دولت مصر روز یک شنبه از وضع قانونی سخت تر در مورد ختنه زنان خبر داد در پیشنویس قانون جدید برای افرادی که در این کشور اقدام به ختنه زنان کنند تا هفت سال زندان در نظر گرفته شده است ختنه زنان به برش کامل یا قسمتی از آلت جنسی زنان به دلایل غیرپزشکی اطلاق می شود. بنا به گزارش صندوق کودکان ملل متحد یونیسف دست کم 200 میلیون زن یا کودک دختر در سی کشور جهان ختنه شدند بالاترین آمار شیوع ختنه زنان 15 تا 49 ساله متعلق به کشورهای سومالی گینه جیبوتی سیرالئون مصر مالی و اریتره است از سوی دیگر بنا به آمار سازمان ملل متحد 44 میلیون کودک دختر زیر 14 سال در سطح جهان ختنه شدند بیشتر این دختران اهل گامبیا موریتانی اندونزی گینه و اریتره هستند افرا سلات عبدل 17 سال دارد و در اردوگاه پناهجویان زندگی می کند جایی که هزاران آواره سومالیایی در آن اسکان یافتند. حن... در هشت سالگی مورد خط قرار گرفتم دچار مشکلات زیادی شدم چند روز در خانه بستری بودم و به دلیل بخیه ها درد زیادی داشتم پاهایم به هم چسبیده بود تا نتوانم تکان بخورم و بخیه ها باز نشوند نمی توانستم به شکل معمول ادرار کنم برای ادرار کردن باید به یک طرف می <تص> دکتر مریم عمر میگوید خطنه دختران منجر به عوارز زیادی هنگام زایمان می شود و زندگی مادر و نوزاد را به خطر می اندازد. The... هنگامی که نوزاد به مجرای تولد میرسد نمیتواند بیرون بیاید و در نتیجه در مواردی پیش می آید که دچار خفگی شود و یا مرده به دنیا بیاید و یا پس از احیای طولانی دچار فلج مغزی شود. ختنه زنان در سطح جهان به عنوان تجاوز به حقوق بنیادی زنان و دختران شناخته شده است. برخی از کشورها قوانین سختگیرانه تری را در زمینه مبارزه با ختنه دختران وضع کردند. با این حال به گفته صندوق کودکان ملل متحد، این اقدامات با توجه به رشد جمعیت کشورها برای پیشگیری از افزایش آمار ختنه زنان کافی نیست.